سلام بچه، خیلی خوش اومدید به استودیو من. امروز میخوایم ملوداین کنیم یه وکالو، ببینیم چجوریه و چجوری میشه از این قابلیت کیوبیس استفاده کرد. بریم روی نرم افزار. خب ما اینجا یه وکال داریم که توی میکس میخوایم ملوداینش کنیم. خب من یه داپلیکیت میگیرم چون این پایینیه ملوداین شده است. الان وکس اصلی رو میخواییم، وکس 1-2 لیرم نمیخواییم فعلا، میاریمش توی پروژه. اونکی هم رفت فاین. از کدوم استفاده کردیم ما؟ فکرم از پایینی استفاده کردیم. آی الان این وکال ما، من لیراش هم کلا میوت میکنم که صرفا روی وکال تمرکز کنم. این وکال ما هر بار که میخونم دوباره عاشقت میشم، همیشه فکر میکردم ما اول از هر چیز اوتوتیون میدیم به لاین وکالمون، لاینی که ویو مونو داره. میایم اینجا اوتوتیون رو میزنیم، اوتوتیون پرو گام فامینور بود. ما خب کیک فای، اسکیل هم مینور. ببینید اینجا سوپرانو داریم، آلتو داریم، لومیل داریم، اینسترومنت داریم، بیس اینسترومنت. ما واسه صدای مرد معمولا از آلتو و تنور استفاده میکنیم. ریتیون اسپیدشو چون یه مقدار صدای خواننده جوریه که اون اوتوتیون میزنه باید بیشتر بگیریم. ببین صفر باشه 100% اوتوتیون اعمال میشه. میاریم روی 28 فلکسین میکردم، یه روزی لایقت میشم همیشه با خودم. فکسیونو هیومانیز اگه اشتباه نگم، یا هومانیز، اینا رو جفتشو زیاد میکنیم که باز اون زدنه اوتوتیونه که حس میشه اوتوتیون اون کمتر بشه. حالا میریم روی بحث ملوداین. ما دو تا کلیک بکنیم روی ویو وکالمون یه چنین چیزی بهمون نمایش داده میشه. میایم توی وری آیدیو، ادیت وری آیدیو روشن میکنیم و اینجا وکالمون رو برامون تیکه به تیکه میاره. ما داخل این میتونیم کوانتایز کنیم وکال رو، میتونیم ملوداین کنیم، کوک کنیم، هر کاری که بخواید میتونید داخل این قسمت روی وکالتون انجام بدید. ببینید قسمت وکالتون رو جدا به شما داده. این توه، این روه، این هه. خب ما تک تک اینا رو باید ملوداین کنیم. خب چجوری؟ ببین الان ما نسبت به گاممون و نسبت به گوشی که داریم میشنویم دیگه که آقا این فالش هست یا نیست. گام فامینوره، پس باید توی نوت های گام فامینور خواننده بخونه و چیزی جز این اشتباهه. حالا ما اوتوتیون هم گذاشیم، اوتوتیون خیلی از اشکالش رو برطرف کنه. ما میریم روی ملوداینش که دونه دونه کوک کنیم. حالا این خیلی هر جا باشه تأثیری نداره چون یه صدای اضافه است. رو بعد روی ره باشه. ببین اینجا تک تک نوتای مختلف رو دارید. اینجا هم که یه شکل حالت پیانو رول دارید، یه حالت میدی کنترلر تو اینجا دارید،
نوتا هست، این فا، می، ر، دو، همه اینها رو اینجا داره به شما نمایش میده. رو خود نوت هم، رو خود این قسمت هم اسم نوت رو شما دارید تو این قسمت از صدا. پس میشه این اینجا بود، دو دیز بود، ما میدونیم که بعد رشه، اصلا طبق گوشمون موزیک که داره میزنه ما میدونیم بعد این صدا رو بده. گوش بدین. ها ها ببین، این بعد ردیز می بود نسبت به ملودی. با این بعد می اومد رو دو، فکر بار کن این الان روی دو دیز بود، بعد بیاد روی دو که میخونم، که میخون با این ملودان شما تحریر هم میتونید بدید به وکال خوانندتون. هر بار که میخونم دوباره دوباره، این بعد دو باشه، این ردیز دوباره باشه. خب حالا بخوایم اون تحریره باشه، از دو دیز دوباره، از دو دیز میاد روی ردیز. دوباره عاشقت میشم، عاشقت میشم همیشه همیشه. ره نیست، ره دیزه، ره خونده بود ما بردیمش روی ره دیز. این شه داره میزنه یه مقدار اینجا این قسمت رو. ببینید من اینو کم و زیاد که میکنم روی این خطای اینجا تأثیر میزنم. خب اینو یه مقدار زیادش میکنم. همیشه فکر میکردم، ببینید درست شد شه، همیشه فکر میکردم، فکر میکردم روی ردیز دقیق باید باشه. ببینید دقیقا رو اینو بزرگش کنم. فکر میکردم، ببین این دقیقا روی ردیز نیست، حالا اومد روی ردیز، یکم بالاتر بود نسبت به اینجا و نسبت به این خطی که اینجا هست، میاریمش روی ردیز. فکر میکردم الان این مثلا این ره اشتباهه، دو دیز باشه، دو دیز باید باشه، اینم فا نیست، میه، اینجا فاه. فکر میکردم، خب این کردمه، باید این قسمت رو فقط همین کردم. اینجا باید اینو بیاریم مثلا تا 60، جوری که این خط اینقدر انحنای اینجوری نداشته باشه. ما میتونیم یه کار دیگه هم کنیم، کات کنیم اینجوری اینا رو دونه دونه بیاریم، ولی همه جا نیاز نیست کات کنیم. جایی که دیگه با اون روش نمیتونیم درستش کنیم از این روش استفاده میکنیم. مثلا میگه اینو بزنیم میره بالا نوتش، بعد بیاریم سر نوت، این قسمت رو بزنیم میره بالا، باید بیاییم سر نوت، اینا رو باید در نظر بگیم. فکر میکردم یه روزی، یه روزیه بد زد، الان درست شد. یه روزی، یه روزی. خب اینجا هم داره میزنه، به جایی که بیام از اینجا زیاد کنم میام از این قسمت درستش میکنم. یه روزی، یه روزی. و اینم که رفته بالا درستش میکنم. یه روزی، یه روزی. لایقت میشم، لایقت میشم، لایقت میشم. ردیز، ببین ره بود، می بود، میاد ردیز،
اینجا ره لایقت میش فا سول و سول لایقت میشم همیشه با خودم گفتم. این الان تقریبا درست بود، حتی اگه اینجا درست نباشه تو اتوتیون درست شده و نیاز نیست ما دست بزنیم. با خودم گفتم فالشه. ببینید اصلا این خطش رو نگاه کنید متوجه میشید، غیر از گوشتون نوتش هم نگاه کنید متوجه میشید. اینجا رو باید جدا کنیم. ببینید کات میکنیم، ما همینجا به تیچ نیاز نیست دست بزنیم، همین قسمت بیاریم اینجا موسمونو روی خط پایینش، ببینید روی خط پایینی بیاریم، میتونید اسپلیت کنیم. هم گفتم نمیشه باورش سخته. این بعد اصلا اینجا می بود، حالا اشکال نداره. باورش سخت، این به جای می بعد فا باشه، این به جای ره بعد ره دیز باشه، این فا و ت سول. باوری سخته همین که عاشقت هستش هستش. این بالاتر از فا بود، ما آوردیمش روی فا. هستش خیالم بابت تخته. این کوک بود. تون دردی که درمونی، خب اینجا هم فالشه. میگی میگه که تو اون دردی که، این لادیزه دقیق باید باشه، این اونه. ببین الان اینجا اذیت این خطه. ببین الان من کاتکم رفت والا، باید دقیقا رو دو باشه. ببین الان اینجوری دارن، حالا بشنیمش. تو اون دردی که خب این بعد قبلش روی دو باشه به جا دو دیز. تو اون دردی که درمونی و من لبریمونی. ره دیز باید باشه به جا ره. من لبریزم. این باید بیاد پایین. ببین الان اینا چسبیده بود به هم روی دو دیز، ما این قسمت رو که خطش هم اومده پایین کات میکنیم و من لبریزم از این دار نمیمونی و میمونه کنار من. خب اینجا لا دیز باید باشه. نمیمونه لا دیز به جای لا. ببین لا بود میاریمش لا دیز، با سول باز لا دیز. نمیمونی و میمونه کنار من. این میمونه هم فالشه. نمیمونی و می باید سول دیز باشه. میمونی و میمونه کنار من شبای سر شبای سر. خب اینجا هم ببینید اینجا فالشه، ما اینجوری شبای سر شبای سر. خب برای اینکه اون حس بعدش رو درستش کنیم باید ببینیم از این روش میشه یا نه. اون تحریرش درست شد، جا افتاد. این که کپی میشه، این میاد بالا. نه این باز لادیز،
خب اینو ما بعد اینجا کات کنیم، اونش میاد دو، دردی میره دو دیز. اینم باز داره میزنه. ببین اینا رو همه رو بعد یه ذره حوصله به خرج بدیم و کات ها رو انجام بدیم تا اوکی بشه. تون دردی که دار اینو یه مقدار بهترش کردیم. تون دردی که دارمونی یا من نبری اینجا باید به این شکل باشه، ولی خب کلا این دیگه درست بشو نیست. خیلی من نبریزم از این داد، نمیمونی و میمونه کنار. خب اینم که کلن کپی میشه چون خیلی فارش این قابلیت ملودان کردن رو نداره. اینم از ملودان خیلی ساده بهتون گفتم و اینکه حالا روی پروژه های دیگه الان وقتمون داره تموم میشه، روی پروژه های دیگه حتما واسه کوانتایز کردن وکال هم بهتون آموزش میدم. امیدوارم دوست داشته باشید. لایک، سابسکرایب و زنگوله فراموش نشه. خیلی مخلصیم. خداحافظ شما.